اپوزیسیون ایران افرادی فریشتگانی که میتونن چند تا کشور رو اداره بکنن از عهده تحویل دادن کارایی لازم برای ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی رو ندارن، اثر کافی روی تحولات ندارن، انسجام کافی ندارن، اعتقاد مشترک ندارن. چرا؟ خب علل مختلفی ارائه داده شده، بارها راجع به صحبت شده، بعضی اختلافات در روش هست، یکی عقیده به اصلاحات داره، یکی عقیده به براندازی داره. بعد حراس هایی هست از نتیجه خب وارد یک کار مشترک بشیم. اگر اصلاح طلب پیروز بشه، هنوز دین در حکومت میمونه، هنوز ستیز با جهان ادامه داره. اون طرف اصلاح طلب میگه اگه براندازی بشه، ممکنه امپریالیزم پیروز بشه، ممکنه سلطنت بیاد. بعد مشکلات تشکیلاتی هست، تشکیلاتی که به وجود اومده توی اپوزیسیون حول مسائلی غیر از هدف اصلی، یعنی گذار از استبداد به دموکراسی هست، برای اهداف مختلفی به وجود اومده. بعضی ها محفلی هست، عده هم دیگر میشناختم، از حد با هم کار کرده بودن. بعضی ها اهداف مشترکی دارن که اهداف خوبی هست برای حزبی در زمانی که یه پایه دموکراسی وجود داره و میشه با ثبات به تمام این رقابت ها پاسخ داد. بعضی از این تشکیلات مربوط به فقط و فقط سلیقه میشه، سلیقه افرادی که با هم دیگه میخوره، افرادی که با هم دیگه نمیخوره، با هم دیگه زاویه دارن، اختلاف دارن، مسائل شخصی هست. بعد مسئله ارتباطات هست بین تمام این کانونهایی که وجود داره توی اپوزیسیون، چه نوع ارتباطاتی هست؟ آیا واقعا میشینن سر خلوص با همدیگه راجع به اختلاف نظرهای خودشون صحبت بکنن، یا نه توی خودشون یه بحثی علیه بقیه میکنن و بحثشون با بقیه رسانه‌ایه فقط برای پوان گرفتن؟ و آخر پنجم مسئله هندسه اپوزیسیون هست، یا اون چیزی که در تصور اپوزیسیون راجع به ساختار ممکن هست. آیا یه مرکزی وجود داره با دوائر متعدد مرکز؟ خیلی از تلاش هایی که برای نزدیک کردن اپوزیسیون شده در همین جهت بوده که چتری هستیم و بیاین همه دور هم جمع بشیم و منشوری میمیزیم، ما که با همه صحبت میکنیم، در روی همه بازه. در حالی که واقعیت هم اینه که این یه اپوزیسیون چند کانونی هست، کانون های مختلفی داره. و به محض اینی که فکر کنیم و سعی کنیم که یه چیز متحدان مرکزی بسازیم، سر اون مرکز دعواش به جایی که انسجام موجود بیاد، اختلافات حتی بیشتر هم بشه. بنابراین باید مهارت تحویل یک کار چند کانونی رو پیدا کنیم. اینم با تمرین ممکنه. آخر بحث پریود قبل روی این بود که آیا رسیدن به دموکراسی آسان هست بعد از این جمهوری اسلامی یا خیر؟ پاسخ اینه که رسیدن به دموکراسی همونقدر میسر هست که ما مهارت تحویل دادن کار چند کانونی رو پیدا کنیم. در یک کشوری مثل آمریکا که بعد از انقلاب بلافاصله به دموکراسی میرسه، این تمرین کار چند کانونی در پاسخ اجساس ویرجینیا مدت ها ادامه داشت. اونایی که اومدن سوار شدن، 4 از اولین 5 رئیس جمهور آمریکا از پاسخ اجساس اومدین تمرین داشتن. فرانسه انقلاب میشه، 170 ساله که لتاژنوات نشستی نداشته، یه دفعه لویی 16 هم خواب نما میشه، روز آخر میخواد به وجود بیاره. اینا مهارت های کار چند کانونی رو ندارن و
و نتیجهش این میشه که تا 100 سال فرانسه خیلی خودش بر نمیگرده و سلطه وحشت بعد از انقلاب میاد. بنابراین شاید مهمترین کاری که ما بتونیم انجام بدیم اینه که اون بستر ارتباطات، اون فاکتور چهارم رو که عرض کردم عوض بکنیم. تعامل بده بستون و مهارت انجام این کار بین کانون‌های مختلف اپوزیسیون به وجود بیاد و شاید امروز در شرایطی هستیم که فرقه ممکنه برگرده. اون آخرین امتیازاتی که اصلاح طلب هر کسی که میخواست بدون فشار تحولی از درون رژیم به وجود بیاره محدود شده و همه به این نتیجه برسن که بدون فشار به جای نمیرس. بنابراین ایجاد این فشار دموکراتیک شاید مسئله مشترک ما باشه. اصلاح طلب هم باید به این نتیجه رسیده باشه که بدون فشار امری مویسر نیست. این سوزن روی این صفحه گیر کرده و حتی اگر میخواید به عصر طلایی امام برگردید باید این سوزن رو بردارید. این احتیاج به فشار بود. حال بحث برمیگرده سر اینی که روی چه چیزی میتونیم توافق بکنیم، چه چیز مشترکی هست که میتونیم روش توافق بکنیم برای اینکه این فشار رو تقارب پیدا کنم یا رمزان نکنم. و علت صحبتی که ما راجع به انتخابات آزاد میکنیم برای همین است، چون الان نهایه یکی چیز دیگری جز انتخابات آزاد نمیشه توافق کرد، یک جای دیگر دنیا نمیشه توافق کرد. صحبت از چرکانونش بودن صحنه سیاسی ایران شد. در بررسی این که موانع همگرایی نیروهای اپوزیسیون رو بشناسیم و بتونیم یک به یک روش بحث بکنیم، موانع رو که یک پروسه و فرایندی برش غلبه کنیم، به نظر من اولش همین پذیرش این واقعیت باستاب اون در نوع نگاه همون که ما یک قانون واحد نمیتونیم تصور رو داشته باشیم که ایجاد میتونیم بکنیم و باید برنامه رو برنامه این مبنای چند کانونی بودن همون و ایجاد هماهنگی بین کانونهای مختلف دنبال بکنیم و پی بگیریم. این کانونهای مختلف چی هست و کدوم عرصه ها شکل گرفته؟ یکیش در رابطه با نوع تنظیم رابطه با حکومت هست، جمهوری اسلامی است که نیروها رو به اصلاح طلب یا تحول طلب یا سرنامه طلب تقسیم کرد. در پرتو تحولات کلی که در پنل‌های قبل هم بحث شد روش، ما به نظرم با یک صحنه سیاسی، قرارش جدید سیاسی مواجه خواهیم شد که شاید کلی متفاوت باشه با آن چیزی که تا قبل از این فرایند و این حذف‌ها و این انتخابات جاری وجود داشت. نه اینکه ما دیگر اصلاحات طلب نداشته باشیم، نه اینکه تحول طلب نیروی که در حال به اشکال مختلف با اتکا به استراتژی‌های گذارهای گوناگون، استراتژی‌های گوناگون تحول طلب ساختار شکن، اینها این نیروها سر جاشون خواهند بود. ولی دوری و نزدیک‌های جدیدی ما باش مواجه خواهیم بود. و ارزیابی خود من این است که با توجه به اینکه اصلاح طلبی به مثابه یک گفتمان و به مثابه یک راهی که بتونه نیروی سیاسی جلب کنه، یک راه زندگی اجتماعی به شدت تضعیف شد و میشه بعد از این وضعیت، ما با این شاید بشه این رو گفت که اصلاح طلبان به سه نیرو تقسیم خواهند شد. این ارزیابی میشه احساسی آدم باید دید. بخشی از اونا خونه نشین خواهند شد، همون جوری که گفتن ما در هر صورت به نیروی مخالف نظام نخواهیم پیوست و خونه نشین میشه. بخشی اون حالت اون نگاه به این که همیشه دنبال یک فرد کمتر برد بگردن رو ادامه خواهند داد، حتی به نزدیکان خامنه‌ای هم خواهند رسید. حتی شاهد این هستیم که می‌گردن ببینن یک بخش در اطرافیان خامنه‌ای نزدیک به روحانیت سنتی است، یک بخش به
نیروهای امنیتی نظامی نزدیک، بنابراین این بر اون مرجعه و از این در حال این نوع بر خود ادامه پیدا خواهد. ولی ما قطعا شاید یک نیروی سومی هم خواهیم بود که نزدیک میشه به نیروهایی که به هر حال بخواد از این نظام گذر کنه، اصلاح طلبانی که فراتر از اون میخوان برن و میبینن که جای دیگه باید اون رو پی بگیرن. من فکر میکنم که باید با آغوش باز و در حقیقت ارائه برنامه‌هایی که این راه رو باز بکنه و فرهنگی که اصلا برای مبنا نباشه که دیدی که ما راست گفتیم حرکت نباید بشه و راه باز باشه که اون نیروها بتونن نزدیک بشن و ما این دامنه نیروی خواهان گذر از این نظام رو بر اساس شیوه مسالمت‌آمیز پی بگیریم. نوعی خود اسم اتحاد برای دموکراسی باید توضیح بدیم که ما در پی ایجاد اتحاد واحد گسترده از نیروهای اپوزیسیون نیستیم. ما در حقیقت در تلاش این هستیم که نیروهای مختلف در برسر راه گذار متحد بشن و این در نتیجه بعضی نگرانی ها و بعضی موازه شکل گرفته تاریخی رو میتونه به تدریج اگر کار بکنه توش غلبه بکنه، تقسیم بندی که مثلا بین جمهوری خواه و مشروط خواه داره و وجود داره و نیروهای زیادی جمهوری خواهی نمیپذیرن که مسئله جامعه ما مسئله دموکراسی است و خطی که میگذره بین نیروهای مختلف تقسیم میکنه نیروهای کنار استبدادی و نیروهای مدافع دموکراسی است. خب این تاریخ داره، ولی وقتی که ببینن میتونن و اصلا منافاتی نداره که موازهشون رو در چارچوب های تشکل های حزبیشون در تشکل های اتحاد های جمهوری خواهی که دارن پی بگیرن، ولی این نافی وظایف ملی و سراسری که در قبال سرنوشت ایران برای ایجاد وفاق هرچه گسترده تری برای راه گذار دارن و مجبورن اون رو با دیگران هماهنگ کنن و این هیچ منافاتی با هم نداره و توافق روی راه گذار هست. اتحاد برای اینه که چگونه به نظام دموکراسی برسیم، این میتونه این اطمینان رو به وجود بیاره که مسئله برای خیلی نیروها ایجاد اتحاد بین مشروط خواه سلطنت به این حد از مسائل نیست. به نظر من اتفاقا احزاب باید همزمان با حضور در یا پشت زیر چتر شعار انتخابات آزاد قرار گرفتن، باید همزمان اتفاقا فعالیت حزبی خودشون برای داشتن یک برنامه برای بعد ایران رو به تنهایی و یا در جلساتی میتونه بذارن، وگرنه روز انتخابات چیزی ندارن به مردم ارائه بدن که آرای مردم رو اون انتخابات آزاد به دست بیارن. برای اینکه ما امیدواریم که در انتخابات آزاد مردم با توجه به برنامه‌ای که شخصیت‌های مختلف یا احزاب مختلف میدن به اونها رأی بدن، یعنی با این منطق و فکر کردن. بنابراین کار احزاب اینه که خودشون رو تشکیل بدن، تقویت بکنن و برنامه‌هاشون رو درست کنن و اونجا توی اون وقتی که شرایط انتخابات آزاد میسر شده که عملا هر حزبی میتونه بدون چند مرده حلاجه. برای اینکه ما هممون الان میتونیم بگیم 100,000 تا رأی داریم، 50,000 تا رأی داریم و در یک انتخابات آزاد 5,000 تا رأی هم نداریم. برای اینکه واقعا تو ایران نبود مسابقه انتخابات آزاد که واقعا به همین فکر مشکلی که ما تو این 30 سال داشتیم برای هر گونه اتحاد هم این بود. ببینید شیلی کودتا شد برای پارلمان داشت، احزابی که آمدن بیرون بر پایه درصدی که تو آخرین پارلمانی که آقای پینوشه کودتا کرد بس تشکیل خونه های شیلی رو دادن تو کشورهای مختلف، یعنی یک چنین مینی پارلمان ها 12% اونجا داشتید 12% هم اینجا رای دادن. خیلی ساده است، هیچ اختلافی هم بهشون پیش نمیاد چون اینا اونجا ما یه همچین بازی این نوع ائتلاف نمیتونیم بکنیم برای اینکه بر پایه کدوم آرا. خب یا احزابی هستن که دارای واقعا یک سیستم حزبی ریشه دار هستن، بر پایه برنامه های خیلی که سالها روش کار شده میان بر پایه یک سری مسائل توافق میدن. اون چون که مثلا حالا مثالی که بهتر میشناسم بیارم، زمان فاشیسم توی ایتالیا احزاب از راست تا چپ همون که آنتی فاشیست بودن بر پایه یک سری برنامه اون نقاط مشترک برنامه های سیاسی که
قبلا داشتن قبل از اینکه مخفی بشن زیر زمین بشن ائتلاف کردن. ما این هم نداریم. یعنی ما تمام یک سری چیزهایی که اتفاقی کشور دیگه افتاده ما برای جمع شدن دور هم و منسجم شدن نداریم. بنابراین اختلافات هم همونطور که شهری به درستی اشاره کرد اختلاف سلیقه است. خیلی قشنگ توضیح جد وقت همه نمیدن. خب بنابراین ما تنها راهی که میتونیم با هم یک همسویی داشته باشیم بر پایه یک چیزای خیلی مختصری که همه بهش اعتقاد داره. امروز من نمیخوام تفتیش عقاید بکنم. همه میگویند که به انتخابات آزاد اعتقاد داره. خواهان شدن. از یک جنای از اصلاح طلب ها تا حتی سازمان خیلی رادیکال اون و رادیکال. خب این تلاش هایی که تو میتونی بگی خیلی خوب انتخابات آزاد بیان همه یک بخش از فعالیت همون در جهت انتخابات آزاد باشه. انتخاب برای دموکراسی میتونه اونجوری باشه که این بخش از فعالیت هامون رو متمرکز میکنیم برای به وجود آوردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد. هر کدوم هم همزمان موازی بنا به ایدئولوژیمون، خواستامون، حالا گروه اتنیکی هستیم، گروه مرکزگرا هستیم، حزب سراسری هستیم، حزب یک قشر از جامعه هستیم، هرچی هستیم، فعالیتمون رو تو اون زمینه ادامه میدیم برای اینکه وقتی که این انتخابات آزاد همه بهش اعتقاد داریم برگزار میشه بتونیم تو اون انتخابات به برنامه شرکت کنیم و هر کی اون وقت مسئله آزمایش زود هر کی دونست آراش بگیم. راه دیگه تو این 30 سال نشون داده. من حداقل چون تمام 30 سالش اینجا بودم در ازاد مختلف رفتم و یکی دو داشت با همه هم بودیم آخوایهایی و بعضی دوستان هیچ کدوم جواب نداده به دلیل اینکه اون شرایطی که ما خواستیم مدل‌های کشورهای دیگر استفاده کنیم و اون شرایطشو نداشتیم. شرایط قبلشو ما نمیتونیم یه دونه جبهه متحد تشکیل بدیم. جبهه متحد فقط احزاب تشکیل میدن. دو سوم اپوزیسیون ایران شخصیتن، فردن، یه گروه خیلی کوچیکن، حزب نیستن با اساس نمو لیدر رو نمیدن. بنابراین نمیتونم قبول کنم یه حزب 5000 نفری حاضر نیست بشینه توی یک اتحادی با یه شخصیت بگه تو یه رای من یک رای. واقعا نمیتونم. بعد بعضی برنامه ندارن فقط، یعنی یه بخش ما اصلا برنامه ندارن، یعنی فقط برای تغییر رژیم، یعنی تغییر این رژیم کار میکنه، برنامه نداره. یه حزب خوب باید یه برنامه داشته باشه، همزیستیشون اونجا مشکل پیدا میشه. بنابراین ما میتونیم سر یک چیز فقط توافق بکنیم و اونم برگزاری انتخابات آزاد. یه میتونه بخشی از، چون وقتی ما میگیم انتخابات آزاد حداقل برداشت من اینه، فکر میکنم برداشت بقیه دوستانم این باشه، من هیچ مشکل ندارم که آقای خامنه ایم با حزب جمهوری اسلامی هرچی حالا بیا. البته آقای خامنه‌ای حالا فکر نمی‌کنم بیاد اصلا، ولی یک آدمی که اعتقاد داره که باید اصلا مسائل دینی حزب دینی داشته، همونطور که دموکراسی تو اروپا بود، بیا شرکت کنه. اونهاست که مشکل دارن ما بیم شرکت کنیم. آقای هاشمی بیاد. خب هر کی میگم هر کی میاد اون موقع تو انتخابات آزاد اگه از شما شرایط اون انتخابات آزاد قبول کنی حرف میره به مردم. همه ما میگیم جواب اینجا تصمیم گیرنده اصلی و نهایی مردم هست، آرای مردمه. بنابراین هر کسی که میتونه قوانین بازی رو قبول کنه شرکت کنه. بنابراین میتونه این مسئله انتخابات آزاد واقعا در برگیرنده همه باشه، چون حداقل در هر چیزی باش مخالفت نمیتونه بکنه. باید این رو تقویت کنیم و اینو هیچ کی نباید به عنوان یک خطر برای سازمان خودش ببینه. من رو سخن بیشتر با کسانی که داره سازمان سیاسی هست خطری برای سازمان خودش ببینه، برای اینکه این اتفاق راه رو باز میکنه برای اینکه اون سازمان بتونه بعدا شرایط ارائه برنامه‌اش رو داشته باشه و آرای مردم رو دست بیاره. خیلی برای شکست دادن دیکتاتور استبداد دینی حاکم بر ایران، عقب روندن ولایت فقیه و حاکم کردن صندوق رأی به عنوان تنها بدیل نظام دین سالار کشور، خلاصه مبارزات دنیا را اگر بچه بیدیمش به نظر من زید سه تا صفحه از جا ببینه. هیچ نهضتی تا اونجایی که من اطلاع دارم پیروز نشده مگر این سه اصل حد اقلی رو داشته. البته هر کشوری فرای این هم ضوابط خودش داشته، ولی این سه اصل حد اقلی، اتحاد، برنامه ریزی، حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت و مقاومت بده،
بحث ما راجع به بخش اتحادشه. من ولی ناچارم یک کمی از اون دوتای دیگه بگم. به هیچ وجه نمیشه بی برنامه پیروز شد. آخرین مثالی که جلوی چشم ماست جنبش سبزه. در تحلیل نهایی جنبش سبز رویارویه. بخش مدرن جامعه با دیکتاتوری حاکم بر ایران بود، با این تفاوت که سرکوبگر برنامه استراتژیک داشت برای سرکوب و جنبش رنج برد از یک برنامه ریزی منسجم استراتژیک برای مقابله. مبارزات بی‌خشونت یا مقاومت مدنی را به عنوان اصل من ذکر میکنم، نه به دلیل اینکه اخلاقی تره، انسانی تره، شانس در آمدن دموکراسی از اون بیش از مبارزات خشونت باره که همه اینها هست، بلکه به این دلیل که مقاومت مدنی کارآمدتره، کارنامه درخشانی داره، در زمان کوتاه‌تری دیکتاتورها رو شکست میده و مسیر مطمئن‌تری برای پیروزی. من حداقل جنبشی رو سراغ ندارم که مخالفین در فرایند مبارزه نتوانسته باشن با هم متحد بشن و پیروز بشن. چگونه میشود این اتحاد رو برقرار کرد بین مخالفین که موضوع این پنل هست؟ به نظر من سه اصل اساسی میتواند ما رو به هم نزدیک بکنی. یک، به رسمیت شناختن اختلافات در درون. به هیچ وجه دنبال این هوس نباید رفت که بریم یکسان بشیم، بریم زیر ذیل یک منشور جا بگیریم، بریم ذیل یک هدف سیاسی مشخص جا بگیریم. باید اتفاقا احزاب متنوع، گرایشات مختلف باشه، ولی یاد بگیرن گفتگوی دموکراتیک داشته باشن. این اتفاقا اون نکته است که کارنامه مطالعاتی مؤسسات مختلفی در دنیا نشون میده. مخالفینی که یاد گرفتن تنوع خودشون رو به رسمیت بشناسن ولی با همدیگه گفتگوی دموکراتیک داشته باشن، بعدن شانس دموکراسی توش خیلی بیشتره وقتی به پیروزی رسیدن. بنابراین اصل اول به رسمیت شناختن اختلافات ولی باز کردن در گفتگوی دموکراتیکه. اصل دوم، پذیرش حاکمیت صندوق رأی و اراده مردمه. در نتیجه بسیاری از اختلاف نظرها، اختلاف مشها، چپ بودنها، راست بودنها، حتی مسائل بزرگی مثل سلطنتی، جمهوری، غیره، وقتی احاله بشه به صندوق رأی، رأی مردم در مرحله مبارزه میتونه ازش عبور بشه بمونه برای مراحل بعدی. ولی پذیرفتن این که این رأی مردمی که داور نهایی خواهد بود، اصل دوم است که میتواند همگرایی رو ایجاد کنه. و اما اصل سوم، من هم با همه دوستانی که اینجا صحبت کردن کاملا موافقم، بر اساس دو اصل قبلی پذیرش یک در مخالفین ایرانی، ممکنه کشور دیگه مثلا در آفریقای جنوبی ضد آپارتاید هر سر یک رأی شعار حداقلی بود که میتونست همه را جمع کنه، اما در جنبش ایران با توجه به تمام تجربیات پروژه انتخابات آزاد و عادلانه هم به مسابه در واقع شعار واحد متحد کننده، هم به مسابه یک چتر بزرگی که به عنوان یک حداقل می توانند همه روی اون با هم توافق داشته باشند، راه حلی است که با پذیرش دو اصل قبلی که گفتم می توانند همگرایی رو ایجاد کنند. آنچنان که شاید مثال بسیار نزدیک به کاری که ما میکنیم UDF آفریقای جنوبی باشه که موفق شد United Democratic Front در جبهه متحد دموکراتیک در آفریقای جنوبی با یه اصل ساده حداقلی بیش از 400 حزب و سازمان و انجمن و تشکل و نمیدونم افراد و غیره رو زیر یک خواست روشن متحد کنه.
ما هم میتوانیم زیر یک خواست روشنی که غیر ایدئولوژیکه، غیر به اصطلاح وابستگی به افراد و یک پروژه خاصه، میتوانیم بر اساس این یک همکاری، همگرایی و اتحادی داشته باشیم که با توجه به بحثایی که قبلا کردم به نظر من حداقل یگانه راه حلی هم هست که میتوانیم اتحاد مورد نیاز برای مبارزه رو در اون تعریف کنیم. ممنون. هر کشور این شکل حکومت خاص خودش رو داره و شکل حکومت خاص ایران حکومت یک نفر است. این حرفی که رضا شاه میزنه اتفاقا این رو در دوره میزنه که هنوز معتقد به پادشاه شدن نیست، در دوره میزنه که هنوز معتقده که جمهوری باید در ایران بر سر کار بیاد. این نشان دهنده ای از یک دوگانگی که به طور کلی ما در تاریخ ایران میبینیم، از سالهای قبل از مشروطیت میبینیم، در مشروطیت میبینیم، در طول دوران بر سر کار آمدن رضا شاه و دوران محمد رضا شاه میبینیم تا الان. و اینه که دو گونه پاسخ داده میشده به مسئله چندگانگی که در ایران وجود داشته. به ریشه های این چندگانگی بعدا من اشاره کنم که از نظر خودم. اما الان میخوام بگم که تمام تلاش هایی که صورت میگرفته در ایران، چه اون تلاش هایی که فرایند دولت سازی بوده که من اسمش میذارم فن حکومت در واقع حکمرانی، و چه اون تلاش هایی که برای به زیر کشیدن یک حاکم مستبد در ایران به طور دوره صورت میگرفته، نوعی تلاش بوده برای پاسخ دادن به مسئله این چندگانی. دو مدل عمده پاسخ وجود داشته. یک مدل همین پاسخیه که در این جمله رضا شاه بهش اشاره کرده، ولی فکر نکنیم که این پاسخ رو فقط رضا شاه میده. اگه بریم یه پله عقب‌تر، این پاسخ رو به نوعی امیر کبیر هم میده. یعنی اونجایی که در واقع امیر کبیر در اون حمامی که امیر کبیر تمشیت میشه و کشته میشه، همون جایی بود، همون شیوهی بود که خود امیر کبیر برای به سامان آوردن آن ارجمندی که در ایران حاکم بود خودش به پا کرده بود، برای که اون در واقع سازوکار ساختن دولت رو در ایران شکل بده و تا حدی هم موثر بود که خیلی از این آقای مدرن که ما می‌بینیم برای کم اینجا بزن. در دوره مشروطیت ما با همین مسئله رو بروییم. یعنی وقتی که جنبش مشروطیت به پیروزه رسید، باز این دو نگاه وجود داشت و به دنبال مدل‌هایی بودن برای پاسخ دادن به این مدل کسانی که می‌خواستن از طریق یک نوع کمپرومایز یا مصالحه مثلا هم بکنن، ناصر ملک رو می‌بینیم، کسان دیگر رو می‌بینیم، و مدلی که معتقد بود که باید به شکل رادیکال از طریق تحمیل یک اراده این چند قانونی بودن رو در واقع متحد بکنیم. دلیلش هم این بود که اکثر نگاه‌هایی که معتقد بودن که باید با یک مدل مسلط اون چند قانونی بودن رو پایان بدیم، به ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی این چند کانونی بودن اغلب بیتوجه بودن. این ریشه ها باعث میشه که ما به سادگی فکر نکنیم که این تمایزات سیاسی که ما مثلا در همین سالن میبینیم، در درون حکومت ایران میبینیم، در مردم ایران میبینیم و در بقیه سیاسی که در این سالن نیستن میبینیم، یک اتفاق نیست. به نظر من درسته که ما با اشخاص مواجهیم، ولی این اشخاص بازتاب دهنده منافع اجتماعی، بازتاب دهنده خواستهای اجتماعی متفاوت هستند. این خواستهای اجتماعی به دلایل مشخص تاریخی که من اون چیزی رو که به تاریخ باستان ایران از یعنی از دوران باستان تا الان مربوطه اشاره میکنم، چندگانگی قومیتی که یه در واقع موزاییک قومیتی که در ایران هیچ وقت از بین نرفته و همیشه وجود داشته، موزاییک مذهبی که در واقع وجود داشته، چندگانگی فرهنگی که وجود داشته، و از همون مهمتر اون ویژگی اجتماعی که باعث شده که این در واقع تعدد هیچ وقت به خود شکل در واقع سلسله مراتب طبقاتی نگیره. به این دلیل که ما نه به اون معنی که در غرب داریم در ایران فودالیسم داریم، نه به اون معنی که در غرب داریم اشرافیت مسلط داریم، نه به اون معنی که در غرب داریم برجوازی مسلط داریم. بنابراین میبینیم که اون ساختار طبقاتی که بتونه این چندگانگی رو ذیل اهداف یک طبقه خاص در واقع سازمان بده در ایران شکل نمیگیره هیچ وقت، و دولت و حاکم
و نخبگان سیاسی نقش کسانی رو بازی میکنن که از بالا میخوان از طریق مدل حکمرانی که ایجاد بکنن بین این منافع به طور ساختگی در واقع یگانگی ایجاد بکنن. حالا از وقتی که دانش شورا در ایران مطرح میشه از انتخابات و رأی گیری به عنوان یک مدل در واقع برای ایجاد مصالحه بین این در واقع کانون‌های متعدد استفاده میشه. همونطور که آقای شریعت نداری توی پنل قبلی اشاره کردن این مدل بعد از انقلاب تا وقتی که وقتی میخواست به این حالت برسه دیگه جواب نداد، یعنی تا وقتی که مدل انتخابات به عنوان بیعت بود جواب میداد، ولی وقتی رسید به مدل که میخواست چرخه قدرت رو بین چند کانون سازمان بده جواب نداد. جنبه دیگری که این در واقع چند کانونی بودن رو در ایران تشدید میکنه پیامدهای جهانی شدنه که برخلاف کسانی که فکر میکنن که این مربوط به مثلا چند دهه اخیره، نه اینجوری نیست. جهانی شدن عمدتاً از قرن 17، 18، 19 پیامدهای خودش رو در سیاست ایران گذاشته، چه در جنبش‌های اجتماعی که در ایران بوده، چه در افکاری که در ایران پایدار بوده. الان ما نسل‌های جوانی داریم که این نسل‌های جوان ممکنه از نظر ریشه‌های تاریخی ریشه‌های عمیقی ندارن، ولی به دلیل اینکه از سوی جریان جهانی رسانه‌ای حمایت میشن، گره خوردن به جریان‌های جهانی، اینا در جامعه ایران پایدار میمونن. بنابراین چند جهانی شدن هم بخشی از روندیه که به پایدار موندن چندگانگی در سیاست ایران دامن میزنه. مدلی که از نظر تاریخی من معتقدم خیلی خوبه که نگاه کنیم به مدل‌های تغییری که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده، ولی ما بیشتر باید متمرکز بشیم به مدل‌های تغییری که در جامعه خودمون اتفاق افتاده در طول صدها سال گذشته و خصوص در دوران معاصر. اگر به این مدل‌ها نگاه بکنیم همیشه ما با یک دوگانه استبداد و هرج و مرج بودیم. اون چیزی که ما بهش می‌گیم هرج و مرج، یک بخشش فقدان تسلط کسی که از بالا اداره می‌کنه، بخش دیگرش اینه که کانون‌های متعدد قدرت در درون جامعه قدرت مصالحه با همدیگه رو ندارن، زبان گفتگوی غیر خشونت‌آمیز با همدیگه رو ندارن، در نتیجه به نوعی از تنش دامن میزن. همیشه حکومتی که بالاتر ازش استفاده میبره و وقتی که در اون دههای اخیر دیگه این حکومت نفت هم داره دیگه اصلا نیازی هم کسی نداره. بنابراین من فکر میکنم که ما باید به چند قانونی دیدن در ایران از جهات مختلفش خیلی عمیق‌تر نگاه کنیم و فکر میکنم که تنها راه یافتن مدلی برای رسیدن به مصالحه است. این مصالحه پیش از اینکه در صندوق‌های رأی صورت بگیره به نظر من باید در گفتگوی انسان‌ها و نیروها با هم دیگه صورت بگیره. مسیر این گفتگو از هیچ راهی جز پذیرفتن اینکه ما از طریق مصالحه‌آمیز با هم دیگه گفتگو بکنیم و هیچ نیروی رو نخواهیم به طور فیزیک حذف بکنیم امکان پذیر نیست. من اسم این روش رو در واقع میذارم روش اصلاح طلبانه که این رو متمایز میدونم با اون چیزی که از عنوان اصلاح طلبی به عنوان یک جریان سیاسی خاص که در یک برهه خاص در سیاست ایران نقش بازی کرده و به میزان زیادی حکومتی بوده و بازتاب دهنده یک سنت اصلاحات از بالا در ایرانه، منظورم به طور خاص اون نیست. من فکر میکنم که لازمه که ما به فرایند اصلاح طلبی به عنوان توان ایجاد گفتگوی مسالمت‌آمیز در میان همه قانون‌های قدرت اجتماعی در ایران و قدرت سیاسی در ایران فکر بکنیم به عنوان یک راه حل پیش از اینکه حتی ساختار انتخابات آزاد رو بتونیم شکل بدیم.